بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء المقربین ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. یه مثالی از میکنم، مثال میتونه توضیح بده. تصور بفرمایید که یک بانوی نشسته، تشت لباسشویی را گذاشته، مقابلش داره پیراهن شوهرش را میخواد بشویه، صابون زده و صابونم کف کرده. این پیراهن را که بلند میکنه، میاره پایین، میچلونه این طرف اون طرف، هزاران کف از این به هم زدن لباس و ضربه هایی که وارد میشه به آب به وجود میاد، شاید بیشمار در اشکال بیشمار از این حباب ها به وجود میاد. اگر یک ریاضیدان، یک مهندس بیارید بگید آقا لطفاً یکی از این حباب ها را برای ما تفسیر کنید، مساحتش را، نمیدونم این پدیده های هندسی شد، خب میگه بسیار ممکنه 5-6 ساعت وقت صرف کنه تا اون یه دونه شکل را از نظر ریاضی یا از نظر هندسی توضیح بده. اگر این حباب را یک دیگه بهش اضافه کردیم، این کف را شد دوتا، برای تفسیر دوتا کف، کف صابون که مخصوصا در حال حرکت، مخصوصا در حال موضع گیری های مختلف که با هم دارن، بالا بره پایین بیاد، او راست قرار بگیره این چپ، این راست قرار بگیره اون چپ، مسلم است که به شما خواهد گفت بذار تعطیلات پیش بیاد، یه دو سه روز این کار داره. اگر این شد سه تا، اگر حباب شد سه تا، یواش واش اگر از شما عذر خواهی نکنه میگه آقا حالا بذارید انشاءالله یه وقتی پیش بیاد و اینها، 4-5-6-7 تا. اگر البته مثال یه حالت طنز داره ولی خیلی هم بی‌پایه نیست، اگر این کف ها 7 تا باشه با قرار گرفتن های مختلف، با اشکال مختلف، با زندگی ها یعنی بقای مختلف، یکیش یک لحظه بوده، شاید هوا ازش رفته خوابیده تا آب، یکیش دو دقیقه، یکی اینور یکی اونور، این 7 تا را با هم اگر بگویید در چند دقیقه ما توضیح بدید، اگر به شما بگوید که شما به من خودکشی را اگر مطرح می کردید اشکال نداشت، من او را آسانتر می دم از حل این 7 تا حباب. عرض کردم شوخی داره توش، طنزه. و این مسائلی که دارید می بینید در علوم انسانی، در علوم طبیعی همینطور تون تون، ولی برای اون بانو چطور؟ ها دستش اینجوری که 100,000 تا کف ربود بود، 100,000 تا، اصلا نمیدونی چه هست. فقط یه بانویه مثلا خیلی ساده و سطحی و بیسوادی، شاید میلیون بار این حباب ها زیر رو شده. این حباب ها را از گاه کی میخواهید که مطرح کنید؟ این سوال ها از دیگاه که میخواد مطرح بشه؟ مثلا فرقید بلا این اختیاری که بشر داره، سرنوشتش این طور که شد، اگر اختیار چین آدم میگه، ولی نسبت 1 به تریلیون، فهمیدن نسبت 1 به تریلیون خیلی آسان‌تر از نسبت اراده به اختیار است، که چگونه متشکل میشه اختیار از میخواهم. تمام حکمای تاریخ جمع بنمیشه تفسیرش کنه. آقا هم میگه من اختیار دارم، نه اختیار نداشتم، من فلانم، اشعار ما پر، الجوت کتاب ها پر، میگه دیگه، میگه این که من گاهی ملاحظه کردم در اون شب گذشته ایستادم، نمیدونم از نظر دلم فتوا نمیده به صورت بگذارم، اینا مطالبه. اگر بخوایم سطحی بگذاریم، من خودم احساس نشد این جواب سطحیه، ولی از این طرف هم سوالات زیاده و من
میگفتم اگر امشب یه کاری بشه که سوالات تقریبا ولو به طور مختصر تمام بشه که امشب چیز بشه پایان جلسات بشه و هر شود این در نظر بود. حالا اجازه بدید یه مقدار شروع کنیم. سو مقصودم اینه که اشخاصی که میدید در علم با احتیاط پیش میده. بله خب احتمالش هم هست، با یک احتمال خردمندی خودش را برای شما اثبات میکنه. خب شاید این ممکنه، بله البته ممکنه. اینهاش میدید به سرعت زمین و آسمان را به هم میدوزن. اینها که میدید با یکی در الفاظ و اصلاح خوشایند این مطالب را زیرو میکنه، قضیه اون بانوس از یه اون خانم از که لباس شوهرش پیراهن شوهرش داره تون تون میشوره. 10,000 تا کف رفیم بر چه این فهمین 10,000 تا کف یعنی چه؟ از یه ریاضی یعنی چه کار چه؟ اگر بخواد یه ریاضیدان یک مهندس اینو حلش کنی چه باید بکنه؟ به هر حال شروع کنیم به سوالات. مقصد این است که آسان تلقی نشود. یکی از سوالات این است که مسئله سرنوشت انسان ها به طور کلی عرض میکنم. سرنوشت دو جز داره، دو رکن داره. یک جزش در اختیار ما نیست. نقشه ای که پیاده میشه در سرنوشت ما دو رکن داره. یه رکنش در اختیار ما نیست، این قد و قامت، این که در محیط ما زاده شده، این که چشم ما دیدش اندازه معینی داره، دست و بازوی ما قدرت معینی داره و هاکذا. این مشخصات تکونی ما در اختیار ما نبوده است. بیماری ها که پیش میاد غیر از اون اختیاری هاش، اینها اختیاری نیست. یک مقدار این نقشه را خود من دارم می نویسم با دستم، اینش اختیاری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پرسیدن یا رسول الله آیا ما سرنوشت ما قلم نوشته تمام شده؟ ما هم همین جور در یک نقشه تمام شده دست و پا میزنیم، یا اینکه نه در ساختن سرنوشت ما جوان ها بیشتر دقیق بشنوید، ما خودمون تأثیر داریم. فرمود ما سرنوشت ما از دو جز مرکبه. یکیش دست اوست که به وسیله قوانین طبیعت در ما تبلور یافته است، یک قسمش هم به اختیار خود منه. اونی که به اختیار خود منه این را نباید قاطی کرد با اونی که به اختیار من نیست. این جواب این سؤاله و مباحث بسیار زیادی هم داره. بله و از اون جمله فقط یه جمله میخوام عرض کنم که اگر همه سرنوشت دست ما نبود، همش ساخته او بود، نه مسئولیت ها معنا داره، نه تکامل شخصیت معنا داره، نه عشق و علاقه معنا داره، نه بعثت انبیا، هیچ تمام. و ادعایی که یک چنین دلیل داشته باشه این چقدر مهمه. اصلا مسئله اختیار سلب بشه انسان ها بشوند مانند یک چون چند تا از سوالات مربوط به جبر اختیاره، عیب نداره اینجا 2-3 دقیقه بیستیم، زود همجوری کفار نریم بر یا این بر توجه فهمید یا نه. ولی این که تمام دیگه مسئول چه، دیگر شخصیت یعنی چه، دیگر نیک و بد یعنی چه؟ اصلا نیک و بد معنا نداره. وقتی ما اختیار نداریم و نقشه را او داره 100% پیاده میکنه، من چیکار هستم؟ از کردم چون چند تا از این سوالات مربوط به این مسئله است، فردا یه جا عرض میکنم. بسیار خوب. و این که در روایت آمده جف و القلم به ماه و کائن، قلم سرنوشت خشکیده به اون چی خواهد شد، یعنی چه؟ یعنی نوشته این سرنوشت این آقا، این هم سرنوشت اون آقا تمام شد، قلم هم گذاشته شد کنار خوش شد. این یه روایتیست نقد کردن و ثابت نشده سندش، چون همون جبر میاد. ولی یک معنای بسیار خوبی را یکی از حکما و حکمای عارف ما مولوی اینجوری داره: هاکذا تعریف قد جف القلم. این که شنیده جف القلم به ماه و کائن، قلم خوش شده به اونچه که باید انجام بگیره،
هاکذا تعویل قد جف القلم، بحر تحریز است، تحریز یعنی تحریک، عکس میگیره، میگه این چه میگوید قلم نوشته است که هر مقدمه نتیجه ای دارد و هر علتی معلولی، انسان آگاه را بیشتر تحریک مونه به کارهای اختیاری، بحر تحریز است بر فعل اهم، چون قلم بنوش که هر کار را لایق اون هست تأثیر و جزا، چون قلم بنوش که هر کار را لایق اون هست تأثیر و جزا، کج روی جفل قلم کج آیدد، کج روی جفل قلم کج آیدد، راست رو جفل قلم بفزایدد، کد دزدی دست شد جفل قلم، کد دزدی دست رفت جفل قلم، خورد باده مست شد جفل قلم، اگر شراب بخوریش مست خواهی شد جفل قلم، یعنی قانون تثبیت شده. اگر اینجا کبریت زدید انداختید رو این قالیچه، این خواهد سوخت جفل قلم. اما چی به شما گفته بود که کبریت بیندازی رو قالیچه؟ اگر به پیت بنزین و انبار بنزین کبریت بکشی بیندازی، شعله‌ور میشه، شاید شهر را با آتش بکشه، جفل قلم قانون اینه. برای که به شما گفت این کار انجام بده، کج روی جفل قلم کج آیدد، راست رو جفل قلم بفزایدد، کرد دزدی دست شد جفل قلم، خود باده مست شد جفل قلم، عدل آری مقبلی جفل قلم، ظلم آری مدبری جفل قلم، خدا پاداش بده مرد، پاداشت بده. دیگه چقدر قشنگ معنا کرد؟ این را بیفته دست یه بیسوادی، جفل قلم تمام ارزش ها نابود میشه اگر تمام سرنوشت من جبری و صد در صد مشخص شده باشه. البته داستان بسیار بزرگی که چه مقدار ما اختیار داریم، چی کار کنیم اختیار ما زیادتر بشه در این دنیا، چه کنیم که انگیزه های حرکات ما بر مبنای کشمش و قوره نباشه. این حق دارید شما این سؤال از مربیان بکنید که چه کنیم در این دنیا مثل یک آلت ناآگاه در دست روزگاران و در دست عوامل طبیعت و قدرت ها قرار نگیریم، چه کنیم؟ و جا دارید و باید هم معلمان و مربیان، اگر واقعا معلمان و مربیان دلسوز بشری برای اینکه ما از اختیار بیشتر برخوردار بشیم، توصیه نکنن شخصیتان را قدرت بدی، شخصیتان کاری برای ما انجام ندادن، یا اگر کاری انجام ده خیلی کم بوده، از کار اینه. قوره و کشمش این شد زندگی، اشتر یم لاغر و هم پشت ریش، ریش یعنی زخم، زختیار همچو پالان شکل خیش، این پالان اختیار نیست که، یه کشمش پالان میره اون بر. باردار تصور بفرماید که رو مثلا اسب یا روی شتری دو عدد دو لنگ بار چیز کردی، یک سنگ بذارید اون طرف اون میره اون بر، و یک بار بذارید این طرف این میره. اختیاری که با یک کشمش و قوره عوض خواهد شد، این چه اختیاریه؟ بپردازید به شخصیت ای اولاد آدم، باید بپردازیم به قدرتش، تقویت شخصیت. از کردم یه وقت برای اختیار دلایل زیادی وجود داره، نمیخوام چیز سوالات دیگه میمونه و الا خود این یه سه چهار تا جلسه میخواد تکمیل بشه. این مسئله شفاعت را سوال کردی این آقا، بله میگوید با وجودی که در اسلام اصل عمل انسان است، در آخرت بر اساس عمل هر کس به او پاداش یا جزا داده می شود. شفاعت در آخرت چه معنا پیدا می کند؟ با اینکه عمل انسانی مدار سعادت و شقاوت اوست درست است، اصل با عمل است صحیح است 100%، اما خدای بزرگ در درون ما
یک بازسازی، قدرت بازسازی قرار داده است که اگر من عمل سوءن بر به جهالتین سمتاب، مضمونای شریفه اینه، اگر اشتباه کرد، بدی کرد، بعد توبه کرد، اگر کاخ شخصیت آدمی ویران شود، یک آجرش بماند، بخواهد با یک اتصال به خدا، با یک آجر دوباره اون کاخش را میسازه. این است عظمت انسانی، این است بزرگی انسان. یک آجر اگر بموند از اون کاخ ویران شده شخصیت به وسیله گناه، الیاذ بالله، باز اگر توبه دقیق بکنه، عمل اینجا چه شد؟ عمل بازسازی شد، شخصیت بازسازی شد. اگر در روز قیامت اعمال انسان‌ها حق الناس نبود، یک اشتباهات، یک خطاهایی بود که غالبا هم بعضی از روایت داره که گناهان کبیره نباشه، که اگر بوده باید با توبه از دنیا بره. توبه قبل از شفاعت توبه بوده دیگه، قبل از شفاعت واقعا توبه حقیقی برمیگردد انسان را، انقلاب ایجاد میکنه در روان انسانی. بله، اگر چیزی باشد شفاعت هم شبیه به توبه است، منتهی اینجا تأثیر انوار الهی در روح انسان هاست، به شرط اینکه حق الناس نباشه، مسئله سیری در کار نباشه. درست شد؟ اهانت بر یک شخصیت که ممکنه از مرگ براش سخت تر باشه نشه، حق الناس در کار نباشه، گناهان صغیر و اینها فلان، بله شفاعت نصیب میشه. در یه روایت هم هست که ائمه فرمودن شما خودتون را به ما برسونید شفاعت چشم، اما شما خودتون را به ما برسونید. اگر ما بین ما و شما فاصله خدا نخواسته به قدری شد که ما نگاه کردیم دیدیم تو قاتلی، ما چیکار میتونیم بکنیم در مقابل عرشبت اون صاحب خون؟ این آقا میگوید که یک دوستی دارم در غیر اسلامی که علی رغم داشتن تیرت پاک از روی ناآگاهی پیرو این فرقه شده. این فرقه معتقدند که اسلام را قبول دارند و دین اونها اسلام را کامل کرده است. و عرشبت اینجا و امثال این چند تا سوال است، یک جواب داره. اون اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، دین خدا متعدد نیست و دین خدا ناقص نیست که کامل شود. دین اسلام هم دین ابراهیم را کامل نکرده، توضیح داده آمده دین ابراهیم اینه. اشتباه میکنید شما، توجه فرمودید یا چه؟ دین ما امت تک میکرد، چرا تک میکرد؟ مگر چیزی ناقص بود؟ الیوم اکملت لکم دینکم، بعدش چیه؟ و اتممت علیکم نعمتی. اصلا خداوند دین ناقص به بشر نفرستاده است. یک عده اختلاف و جزئیات در شرایط زمانی و محیطی بود که ادیانی که ادیان اصلا ورزا، بعض شما در قرآن ادیان ندارید، اگر پیدا کردید ادیان که جمع دین باشه، دین ها، ان الدین عند الله الاسلام، که شرع لکم من الدین ما وصابه نوحا، این دینی که به شما تشریح شده همون است که به نوح گفته شده، بعد از نوح ابراهیم، بعد از نوح همطور آمده پیش شما. اینا به کلی داشته باشید که مسئله تکامل به اون معنا معنا نداره. این جوانی است دلسوز که میگوید من جوانی هستم در بین جوانان که میدانید اکثرا دارای طینتی پاک هستند، به دلیل نبودن مرجع مناسب برای پاسخ سوالات و برطرف کننده شبهات، سردرگمی خاصی به وجود آمده است که به اسم اسلام صورت میپذیرد. مضمونش تقریبا همین است این آقا بیان کرده. البته این صحیح و باید درباره این انشاءالله فکری بشه. سابق بر این بر جلسات خیلی زیاد بود، خیلی خیلی زیاد بود و واقعا اون جلسات بسیار مفید بود و جلسات علمی داشتیم، جلسات دیدی داشتیم، حتی خود جوانان برای خودشون جلساتی داشتن و تاش زیر نظر یک مربی که و خدا نخواسته گمراه نشوند، منحرف نشوند. بل این کار هرچه بهتر زودتر شروع بشه بهتر، این درسته. و جوان کشتگاه قلبش هر بذری بپاشن می روید. برزا حضرت به مالک
در توصیه فرمود که این جوانان را خیلی دقیقاً مورد اعتنا قرار دهید، که اینها هرچی که دردشون کاشته شود میپذیرند. بله قبول داریم، مسئله 100% درسته، منتهاش باید راهی فکر کرد که انشاءالله جلسات خوبی تشکیل بشه، چه در شمال شهر، جنوب شهر، شرق شهر، غرب این شهر، همه جاها. و از نظر مکتبی هم الحمدلله نواقص نیست، کتاب های خوبی هم داره نوشته میشه، آدم میبینه دیگه. یک جزوه نبود، شاید بیش از جزوه بود، از قم برای من فرستاده بودم برای یه کنفرانسی که جلوتر من ببینم چه کتاب هایی در منتشر شده. خیلی کتاب های خوب منتشر شده، خیلی، ولی من نمیدونم چرا اینها در دست از این جوانان قرار نمیگیره. یعنی واقعا من خودم تعجب کردم. در چیز بزرگ داشته شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه هم من قم بودم، مقالات خوندم، یه مقالات خیلی خوبی بود، خیلی مفید بود. و این کتاب ها حالا دیگه از نظر فرهنگی باید دقت بشه انشاءالله که این کتاب ها در اختیار جوانان ما قرار بگیره، در اختیار مربیان ما قرار بگیره. این دیشب صحبت شده بود که آیا برای شناخت امام حسین یزیدی لازم بود. البته این آقا سوالش خوبه، خیلی خوبه. سه تفسیر از واقعه عاشورا وجود دارد. یک، حماسی حسینی استاد شهید مطهری، شهید جاوید آقای صالحی نجف‌آبادی، سه حسین و وارث آدم. از اون سومی شروع میکنیم. حسین وارث آدم جنبه احساساتش خوبه، جنبه ورود به این داستان از راه احساسات. یک جوان به بینت خوبه، تاش البته این هم دقت بشه دیگه، که همیشه در این کتاب ها که مطالعه میفرمان جوانان ما یه دفتر یادداشت همیشه پرشون باشه، یک جایی که رسیدن تردید دارن یادداشت کنن، وقت این را از بزرگانی که از اشخاص که واقعا متخصصن سوال کنن، بسیار خوب میشه. البته اینی که دارم به شما عرض میکنم مربوط به این نیست، چون این آسان تره. درباره مثنوی از من زیاد پرسیدن که شما تجویز میکنید همه جوانان بخونن؟ گفتم نخیر، با اینکه من تفسیر نمیشتم، باید بگم بله آقا همه باید بخونن. گفتم نخیر، نخیر. مردم سه قسمن در مقابل این کتاب. یک قسم شکل گرفته، معلومات چون زده بالا، واقعا اطلاعات قوی دارن، خوب ارچه شخصیت چون اشباع شده، برای اونها لازمه که ببینن اشتباهاتشم میفهمن، مطالب حقیقشم میفهمن و مفید میشه. نبینن حیفه. و در حدود 100 تا هم من اشتباه یادداشت کردم دادم دوستان جمع آوری کردن، در حدود 100 تا ما اشتباه به مولوی عرض کردیم. میتاش با کمال مراعات ادب و با کمال احترام مطالب را عرض کردیم که خب جناب مولوی این مثلا به نظر صحیح نمیاد. این یک گروه. گروه دوم اشخاصی هستند متوسط، اطلاعات چون خیلی قوی نیست، علاقه دارن، اینها بدون راهنما وارد نشن، چون نوسان خیلی تنده. ما همه شیران ولی شیر علم، حملمون از باد باشد دم بدم، حملمون از باد و ناپیداست باد، جان فدای اون که ناپیداست باد. این ماری یه آدم متوسط دیش، این باید بیاد بالا، بحث جبر اختیار را بفهم از نظر علمی، از نظر فلسفی، از نظر مذهبی، از نظر عرفانی، تا بتونه در مقابل این شعر خودش نبازه. پس اشخاصی که متوسط باشن با استاد راهنما بسیار خوبه. اشخاصی که اطلاعات علمی ندارن، فقط زیبایی داستانهاش میخواد رو بکشه، نخونن، این صحیح نیست. باید جواب مشکلاتی که بعداً پیش خواهد آمد خودشون مهیا کنن. اینجا قضیه حسین وارث آدم کتاب خوبیست، منتهاش از کنم همیشه یه یادداشت داشته باشید، یه قلم یادداشت که یه وقت یه چیزی دیدید دقت کنید. این نظر احساسات. شهید جاوید آقای صالح نجف آبادی تحقیقی کرده، همون تقریزی که من در مقدمش نوشتم، نیست که در چاپ دومه، چه میداد یه نوسانی پیدا شد درباره کتابیشون. من نوشتم که این کتاب را که ایشون نوشته خب یه تحقیقیست، یک نوع تحقیق است و یک نوع نظم تفکر خاصیه، و خود نویسنده محترم آگاه تر از آن است که به این نظریاتی گفته است به عنوان یه نظر بسته نگاه کنند. چاپ شده این ارشیوات که در مقدمه همون آقای رشف‌آبادی.
حماسی حسینی استاد مطهری رحمت الله تعالی علیه، خب همینطور که میدونید ایشون بله از نظر اطلاعات و سوز و گدازش خب خیلی قوی بود، عمیق بود و انصافاً رحمت الله تعالی علیه باید بگیم که بله هر کس که در راه قدم برداشته، خب شهید مطهری هم میدونید دیگه نوشته هاش رحمت الله تعالی علیه در حد خیلی خوبه واقعا. حالا البته کیست که معصوم باشه؟ ممکنه یه نفر بیاد یه دکته بهتر از او را بگه، چه بزرگی هر انسانی بر همین است که بگوید آه این مثلا به نظر من اومده. هر کس بیاد برای کاخ علم یه آجور اضافه کنه، به هر حال اینها هر کدوم یه جهتی را دارن. اجازه بدید که یه مقدار با سرعت بریم. اینجا نوشته قاتل امام حسین اسلام که بوده، عرشبت که سه نفر احتمال رفته، یکیش خوالله ابن یزید الاسبهی که همون خولی بهش میگن، خولی یا خوالله، خوالله ابن یزید الاسبهی، یکی سنار ابن انس، یکی یزید ابن معاویه. سه عرشبت در تواریخ سه احتمال داده شده. بله نظر شما در مورد استخاره چیست؟ عرشبت در حقیقت استخاره یک حالت تمرکز قوای دماغی در موقع واقعا شک بعد از پرسجو، بعد از پرسجو، بعد از تحقیق همه جانبه، وقتی که دیگه انسان کاملا به بنبست رسید، برای اینکه در بنبست مضطرب نماند، در بنبست مختل نشه کارش، یک انقلاب روحی اگر داشته باشه و استخاره بگیره مفید میشه. بعد مسئله دسته ها را پیش کشید است که خب اینها حتما باید یه خورده دقت بشه که استفاده بشه از این دسته ها، از این احساسات، خدا نخواسته یه وقت خودخواهی در کار نباشه، این احساسات پاک و ناب آلوده نشه به یک احساسات دیگر. مسئله جبر اختیار که عرض کردم که یه مقدار صحبت شد. بله عدالت خداوندی این بد نیست، باید بدونید اینا زیاد مخصوصا خوب جوان ها ببخشید جوان ها میبینن یه بچه ناقص به دنیا اومده، ناقص البته با عینک ما، یکی مثلا فرض کنید فکر خیلی قوی داره، یکی به هر حال این تفاوت در حقیقت را میبینه، میگه عدالت یعنی چی؟ زلزله ها میاد، وباها میاد، کوه آتش فشان ها و بدتر از این کوه آتش فشان ها اشخاص خدا نشناس که حیات انسان ها را همیشه به بازی میگیرند و اینها، این یعنی چی؟ عرشبت که خیلی در مقام جواب آمدن، ابن سینا یه جواب داده، عمر بن ابراهیم خیام یه نیشابوری یه جوابی داده، هر کسی جوابهایی دادن دو اینها. من همون مثل شما درباره این مسئله زیاد فکر میکردم. بالاخره یک روزی دیگه حالتی پیش آمد و من این پاسخ را پذیرفتم، یعنی پاسخ به ذهن آمد و تا حال هم همجور به استحکام خودش باقیه. الان همینطور که ما نشستیم تصور کنید خبری بیاد که چه نشسته اید، تمام کهکشان ها به هم خورده، اونی که جاش اونجا بود عوض شده رفته داره میره یه طرف، منحنی ها به هم خورده، فضا به هم خورده، عرشبت کهکشان خط شیری از اون ور داره میره، کازارهای کازار 35 اومده رفته از دو جلو اوتار افتاده، چه نشسته اید؟ الان شما این سوال من برای شما مطرح کردم، الان وضع روحی خودتون رو در نظر بگیرید، اینجوری فکر میکنید خیلی خوب دیگه، این دعوانه داره که میریم از رصدگاه ها میبینیم که چه اتفاقی در کیهان ما افتاده، بله از در علمی ما میریم میرسیم ببینیم چیه، بلنشید آماده بشیم اگر این کار برای شما حیاتیه بریم دنبالش کنیم، خیلی علمی منطقی کار شما درسته. اما اگر ها فقط میدونید که چی خواهید پرسید اینجا، برای اینکه ناراحت نشید اشک نریزید، خواهید گفت که یه دونه آدم زیر اینها له نشده که یه مورچه در این تحولات شگرف بی‌نظیر که در کیان اتفاق افتاده، یه مورچه
اگر دست پاش نشکسته که نه آقا نه نه جواب شما را هم فرقی ما اعتراض دارم نه آقا خاطر جمع باشیم اینقدر عرشوت دیگرگون بشن که خسته شد بلاخره ما اینجا لونمون را میخوریم کارمون را میکنیم زمت را میکشیم هر وقت هم خوششون اومد خودشون نظم خودشون را بگیرن ما چه ولیشون قدیمشون که نیستیم بیم. این حرف شماست درسته؟ اما وقتی که راه میرویم ملاحظه کردید یه دمه خار به پای ما میخندد که درد ما میاد ما هم نفهمیدیم عدالت خدا چیه با یه خار خب او درد هم بیاد پسر دیگه والله عجیب درد هم بیاد خیلی گریه میکرد جوانی بود گریه میکرد مادرش گفت چرا گریه میکرد گفت من عاشق شدم گفت گریه نداری بچیم بریم خواستگاری کنیم ازدواج راه خداست گفت هر کس که شما بگید گفت خبیص بگو من دلم ازدواج میخواد دیگه چرا اینو صورت عشقی عاشق شدم خلاصه آقا جان دقت کنید بلا دیگر ما هم نفهمیدیم عدالت خداوندی چیه عدالت خداوندی بر مبنای قانونه شما با عینک حیاتی که لذت و درد دارد میخواید هستی را معنا کنید شایسته نیستید شما این کار ما نیست یک عینک حیات بزنیم دردش میاد آقا اینجا فیلسوف میشه جایی اگر دردش نیاد دانشمند میشه عالم بلا آقا باید همطور باشه این حرف ها چه مگر علت ایجاد نشده شما میگید علت ایجاد شده معلوم دنبالش ایجاد نشه چرا حرف خرافات میگویید این طرح ها تا ول کنید دنیا دویا آقا شروع میکنه یک کنفرانسی میده با آدم که آدم از سوالش پشیمان میشه اما حالا ما که عادت کرده ایم که دو چشمی به دنیا بیاییم اگر یه دونه رو قانون نظم هستی یه چشمی آمد به دنیا روزنامه ها قوقاز بیا تماشا کن حالا اگر عکس بود چطور؟ اگر بنا بود که قانون الهی باشه انسان ها همه یه چشمی بشن درسته؟ اون روزی که دو چشمی متولد میشد روزنامه ها به کار میفتارن ای مردم نمیدونی یک انسان به وجود دو تا چشم داره بیایی تحقیقات شروع بشه اون میانگینی که ما گذاشتیم برای عدالت خداوندی به قول از کجا آورده ایم اون میانگین را به اصطلاح علمی اون طرف یا اپتیموم این از کجا ما آوردیم خیلی همچین با آرامش افلان بل آقا اگر والا از ما انسان ها این اپتیموم هم میخواید این میانگین ها میدونی چیه الان تدلیل خودتون رجوع کنید اگر خداوند عادل بود مردها میبایست به زیبایی حضرت یوسف خانم ها به زیبایی کلوپاتر و زلیخا تمام انسان ها هر کدوم یه قارون میبایست بشود که چهل چطور کلید خزانه ها بکشه اصلا بیماری نباید وجود داشت باشه جهل یعنی چه هر کس که از مادر متولد میشه باید بشه ابن سینا به قوه بی نهایت ابن سینا والا اگر نشد چطور؟ بلی حالا بفکر کنیم این من عدالت خداوندی بشر خیلی محدود فکر میکنه واقعا محدود فکر میکنه شما تمام تاریخ را عقب برگردید نگاه کنید یک دونه مرد بزرگ با مشاهده همین ناگواری ها حتی در بال خودش سرش بالا نبوده به خدا دستور معین کنه مشغول کارش رو رفته عدالت از نگاه یک گربه خوب در ده در خانه یک روستا بچه همینطور که شب نشسته به این ستاره و کهکشان را نگاه میکنه اگر بناد براش مثلا مطرح بشه میگه خدای عادل اون است که هر یک از این ستاره یک سوراخ موش چاو و چیلا باشه بیفته جلو من این میشه عدالت اونم تو این خونه ها جای دیگه نمیشه همین خونه این روستا که من گربش هستم و اصلا مرگ یعنی چه واقعا این خدا چرا مرگ آفریده خب بس بگوید خداوند اصلا چرا هستی آفریده اینها میبینید یک ذره که آدم متوجه نمیشه میبینید که سوال چقدر خودش ضد علمه خود خداوند میفرماید من حیات را در این
جایگاه تلاقی ماده و روح آفریده ام. این درد هم داره، خوشی هم داره، زیبایی هم داره. از میان این تنوع و از میان این پدیده های بسیار متنوع در داور و لطفا شما را میخوام بکشم به بالا. ولی نبلون نکن بشه این من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر صابرین. این قانون قضیه. و پس به این نتیجه رسیدیم که اونها چی درباره عدل خدا صحبت میکنن. این تکرار صحبت نمیکنم که درد من توی قانون مراعات نشده، مسلم است. درد هم میاد، زنده معناش اینه، حیات معناش اینه. و یکی، آیا کسی در این دنیا سراغ دارید که آگاه بشه و درد احساس نکنه ولو تمام دنیا معلوم باشه؟ مالک دنیا بشه ولی آگاه باشه، ولی خردمند باشه. اگر انسان آگاه چیزی برای گریستن نداشته باشه، احساس این که فعلا همین دنیا اشخاصی هستن در فقر و جهل و گوتورن، کافیست که یک عشقی از او بگیرد. کیست در این دنیا خوشحال؟ انبیا هم یک قبار غم بسیار مقدس را در چهره هر انسان آگاه در این تاریخ ما میبینیم، ولی مقدس. اون غم، غم مقدس. ملازم که در این داستان عاشورا مگر درد نیومد برای این شهدا؟ درد چون میومد، ولی میبینید خیلی از نظر روانی خیلی سرحال. درد بود تا مرز زندگی، از زندگی رد کرد اینها را، وارد مرگ کرد. نخیر درباره خود امام حسین علیه السلام روایات داره که ما ندیدیم کسی اینقدر مصیبت بهش وارد بشه، اینقدر عرشبت که با تراوت و خرم در اون میدان حرکت بکنه. انسان اشتباه را مرتکب می شود، پس از انجام آن عمل از کردار خود ناراحت می شود. این ناراحتی ترس از خداست یا عذاب وجدان، که خدایا حداقل این ناراحتی را از ما مگیر بعد از گناه. و زمان حضرت شعیب بود، یک نفر آمد گفت که بله ای پیامبر خدا، تو میگویی که هر کس گناه مرتکب بشود خدا او را گرفتار میکنه، من اینقدر گناه کردم خدا من را گرفتار نکرده. حضرت شعیب فرمود که با این حال روانی هنوز گرفتار نشده ای. باره چند یعنی احساس دیگه در تو نمونده که کجا داره میسوزه. بالاتر از این بیچارگی و بدبختی که نمیفهمی که روح تو چه بیماری ها گرفته است، که بالاتر از همین این چه من کاری نکردم. یعنی اگر 10 تا آدم کشتم، یا به قول بعضی‌ها 1,000,000 آدم کشتم، فقط آمار بوده. ولی یه آدم اگر کشته بشه میشه تراژدی. مثلا ناقابل. توجه فرمودی یا نه؟ حضرت شیخ فرمود بر چیزی نشد ها. درسته، چیزی نشد. به هر حال این ناراحتی که نوشته مال وجدان یا مال خدا، مال مربوط به خداست. نظریه هست که میگوید در بدی ها و خوبی ها ملاک وجدان. وجدان است که بعد از عمل بد احساس شکنجه میکنه، وجدان است که بعد از عمل خوب احساس نشاط میکنه. این نصف راهه. میبایست بشر را از اینجا راهش ها جلوش سد نکنن که فقط وجدان کافیست، بگن برو به طرف خدا. چون خود همین ارزش وجدان برای این است که پیک امین خداست، بلندگوی خداست در درون ما انسان ها. ای قطب ما، یک کشتی وجود ما در دریای هستی، در دریای زندگی. بله، حد اقلش مسئله وجدان است که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا وقتی اونها حمله کردن به طرف خیمه ها، حضرت فرمود این لم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المعاد. اگر اون عظمت، اون شرف را ندارید که خدا را دریابید و از دستورهای او تبعیت کنید، خب وجدان ببین، اگر ندارید وجدان. و احرارم فی دنیاکم، حریت بر مبنای وجدان میشه حریت. مبنای وجدان نباشه حریتی در کار نیست. راد مرد یعنی مردی که دارای وجدانه.
آزاد مرد، یعنی که مرای وجدانه، شمایی که محروم نه خودتون را محروم کرده اید از ارتباط با خدا، حداقل وجدانتون را مراعات کنید. این هم این طوری بری در یک مرتبه وجدان اگر بالا بیاد ولو بر فرج وجدان زنگ زده باشه، چون این قطب نما گاهی زنگ میزنه آقایان، خدا نیاره، ولی دیگه دریافت خدا زنگ نمیزنه. وجدان گاهی ممکنه خود من اونجا یه دخالتی بکنه، یه خورده خودخواهی، لذت میگه برای لذت وجدان این کاره کردم، که یکی از شعرهای بسیار بزرگی بعضی از کشورها، یکی از فیلسوفان بسیار بزرگ اون کشور را حجب کرده، چه میگوید تو چی میگویی؟ اعمال انسان فقط باید بر مبنای وجدان باشه؟ چرا تا نصف آوردی؟ بذارید بشر بره بالاتر از اینها، چون در وجدان هم احساس لذت بویی از خودخواهی دارد، اگرچه بهتر از بی وجدانیست، بهتر از بی بسیار خوب. اگر کسی وجدان را مراعات کرد قطعا یه قامی بیشتر از دیگران برداشته، اما نگذارید آخر راه باشه. خداوند متعال در آیه از قرآن هدف آفرینش انسان را رحمت بر آنها ذکر می کند و از طرف دیگر به طور صحیح در سوره اعراف آیه 179 می فرماید همانا بسیاری از جنیان و انسانها را برای جهنم آفریدیم، لقد زرعنا آیه اینه لجهنم کثیرا من الجن والانس، یا من الانس والجن، دقیق یادم نیست، آیه درست همین. لام بر دو قسم، یک لام غایت داریم، یک لام عاقبت داریم. لامی که اینجاست به نام به معنای لام عاقبته، آخر امتداد کار، نه اینکه هدف، هدف از آفرینش نیست. یه مثالی میذارم در شعر عربی که در ادبیات عربی ما میخوندیم، اینا میخوندیم، لهو ملکون ینادی کل یوم لدول الموت و ابنول الخرابی، فرشته ما بین زمین و آسمان ندا میدهد که بنا کنید برای خراب شدن، بزایید برای مردن، در صورت که هیچ کس بنا نمیکنه برای خراب شدن، هیچ کس نیتش این نیست، هیچ کس نیتش این نیست که من میخوام اولادم باشه برای که بعد بمیره، نیست، مردن پیش میاد. لقد زرعنا لجهنم کثیرا، آفریدیم جن و انس را ولی مسیرشون با اختیار خودشون به جهنم خواهد افتاد، عاقبت کارشون اونجا میکشه، نه این که من آفریدم که به جهنم بیفتن. بنابراین این شما معلوم شد لام عاقبت داریم و لام غایت و هدف داریم. هدف از خلقت انسان ها که در آخر ولو با اعمال خود به جهنم میروند چیست؟ مثلا در مورد این که ما میدانیم اگر به کسی چاقو بدهیم او حتما کسی را میکشد، عقل ما حکم میکنه که این کار را نکنیم. هرچند در تز امر بین امرین که تز اهل بیت، یعنی نظریه اهل بیت، مطلب اهل بیت، لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، یک مثالی از بکنم تا این جواب معلوم بشه. فرض کنید یه نفر فلجه، ما با دستگاه الکتریکی میتوانیم را به حرکت در بیاریم و کلید اون دستگاه برق هم دست ماست و به اینم گفته ایم آقا اون شخص که اونجا نشسته شما میرین جلوش یه دسته گل میتونی به او بدی یا خداحافظی یه چاقو بزنی، چاقو بزنی بله، و از تو انتقام خواهند گرفت و تو مشمول کیفر میشی، و اگر نه بوسیدی او را، گلی به دست او دادی، اگر گرسنه بود نون به او دادی، از شود کشف از شرف تو میکند، کشف از انسانیت تو میکند و خدا برای تو پاداش میده و جامعه از تو استقبال خواهد کرد. این آماده باش، قضیه اینه. حالا بفرمایید این گل و این هم چاقو، ولی کلید همجور دست منه. این حرکت کرد، حرکت کرده، داره میرون تر کلید را بالا زده، اما بر کار خوش انجام میده. این استاد ما در نجف گفت رحمت الله تعالی علیه، این مثال از ایشون به خاطر دارم، مثال بسیار خوبیه. این آقا میره اونجا، عقلش به جای خوده، قرائزش به جای خوده، ارادش به جای خوده، تصمیمش همش به جای خود،
سرمایه به جای خودشه و معرفت به این که او خوب است او بده اونم در دستشه، معرفت هم بهش داده. الان اگر که این نیرو دست منه، لذا اگر که اینا بزنم پایین همونجا میفته، نمیرسه به اونجا که تا گل بده یا چاقو بزنه. دست من نیرو به من مستنده، نیروی شخصی داره حرکت میکنه مربوط به منه. اما وقتی رسید اونجا گل به اون شخص داد یا خدا نخزه چاقو زده، به اختیار اون نیست، او اونجا مسئول میشه. خب این نظریه لا حول ولا قوت الا بالله، قوت از دست خداست. برزا ایمن علیه السلام در تفسیر این مطلب که لا جبر ولا تفیز بل امر بل امرین فرمودن استطاعت قدرت تمام مسئول از خداست، ولی اختیار و انتخاب این بوده خود انسان، مسئولیت روی اونه. توجه فرمده یا نه؟ لذا زم بله عرشبت که کار ما و کار حق هر دو ببین و اینها، این چه گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. یک مثال ای دل پی فرقی بیار، تا بدانی جبر را از اختیار. دست کن لرزان بود از ارتعاش، اون که دستی را تو جنبانی زیجاش. این دوتا فرق میکنه. دست کن لرزان بود از ارتعاش، دستی که بیماری رعشه او را به حرکت آورده، اون که دستی را تو ارشد زیجاش سیری را بزدی. هر دو جنبش آفریده حق شناس، هم قدرت این از خداست و هم قدرت این ارتعاش. لیک نتوان کرد این با اون قیاس، چرا؟ زم پشیمانی که جنبانی دیش. اگر سیر را زدی بعد دیدی دردش اومد و وجدان گفت هی چه کردی، پشیمانی. ولی مرد مردش دستش بخوره به این بیفته بشکره، هیچ گونه پشیمانی نداره. و بعضی از مکتب ها که پشیمانی از بدی ها را میخوان از قاموس بشر بردارند، خدایا چه ضرری به اختیار و شخصیت انسان ها میخوان بزنن، چه پشیمانی ها نیچه. من توجه فرمودی دیگه. خب پس از قد چاو بدهیم او هم حتما کس را میکشد، تقریبا با همون مثال ما هم تطبیق شد که بله آماده است، عقل داره، وجدان داره، براش معرفت دادیم دستش، قدرت هم دست خداست. ولی خدا نگفته چاقو بزن، حتی خدا گفته گل به او بده، اگر چیزی احتیاج ده احتیاج شد برآورد بکن، ولی قدرت از اوست. قدرت علت نهایی و علت تامی عمل بشر نیست. بعد مثال دیگری هست، باز اون هم مطرحه، مخصوصا برای جوانان عزیزمون. به خاطر عمر محدودی که گناه کردن، چرا اینها در جهنم ابدی باشند؟ گناه تا گناه. شرک معناش این است که این شخص خودشا در تباهی سوزنده، قابل شرکت در وجود ندارد، اصلا قابلیت از دست داده. والا خدا همون رحیم هست، کریم هست، غفور هست، ودود هست، محبت داره بر بشر. این انگشت سرطانی شده، باید ببرید از این عضو بره بیرون، دیگه در سلسله هستی این شخص حق ندار. من قطر نفسم متعمدن فجزا او جهنم خالدم فیها. بعضی از گناهان هستن نخیر اینطور نیست، وضع اونها دیگه خالد نیستند. و خلاصه این سوال وقتی به نظر تو بیاد، آیه مبارکه را بخونید و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. خدایا مشیت ای انسان، مشیت پروردگار تو یا ای پیامبر ما، تا خطاب به که باشه ربک، با عدالت و صدق شال و دریزی شده است. گناه خود مقتضی این بوده خداوند متعال که از عذاب ما چه لذت میبره، چنانکه از اطاعت ما چه لذتی میبره، از گناه ما چه بدش میاد، یعنی مثلا چه از خدا چه ناقص میشه، هیچ. این نتیجه کار ما حتی درباره
چیز بعضی از بزرگان اخلاق مثل مولا محمد مهدی نراقی کاشانی رحمت الله تعالی علیه تعبیر زیبایی دارد که خود عمل گاهی خودش نتیجهش. اصلا نماز که خوندید شما در حقیقت پاداشتون همون نماز بودی گرفتی. گل خندان که نخندد چه کنن، گلی بودی خندیدی شکفته شدی، حالا از خدا چی میخوای بالاتر از این چیز؟ گاهی عذاب هم همینطوره، وقتی شیلی زد وارد آتش شد، اون شیلی او را در دوزخش نگه داشته. و اگر کار خوب شد همینطور که مولا محمد مهدی رحمت الله علیه فرموده و پدر همون مولا احمد نراقی، باید که خود عمل اصلا پاداشه و بحثی داره در اون چیز. پس این هم مربوط به خداوند نیست. میگه اونها که خود خواستار آفریده شدن و قبول مسئولیت نبوده اند، خب آمدند و اصلا در اینجا مسئول قرار گرفتن. ابن شبل بغدادی شعری دارد، میگوید به رب که ایها الفلک المدار اقستن ذل مسیر امزترار مدار که قل لنا فی ای شیء ففی افهامنا من کنتهار لکان وجودنا خیرا لو انا نخیر قبله او مستشار. این آقا که شعرش خیلی زیباست ولی مضمونش تقریبا عامیانه نه سطحیه، میگوید که وجود ما موقعی خیر بود که قبلا با ما مشورت میکرد که ما بریم این دنیا یا نه، مگه در اونجا تو را به خودت میشناختن که میگفتن این سرمایه داری اصلا اونجا میگفتی من بمونم؟ میگفتی ها زود خدایا من را وارد کن به عالم هستی. اگر به تو اونجا میگفتن آقا این هستی ها، چنان که عالم زرد احتمالا این مسئله باشه، ولی قالو بلا بلا گفتید. یعنی چه؟ یعنی مقداری فهمید که دارید به چه دنیای پرمعنا میخواید حرکت کنید. قالو بلا، یا حتی اگر اون نظریه عالم زرد رو هم کسی قبول نکنه، در اون عالم ما قبل ورود به نشأه طبیعت نفس کلی ما گفتن اینها علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و عنبدونی هادا صراط المستقیم. به هر حال این که اگر بر به شرط این که میدانست چیه محال بود که بگوید من خلق نکن. دلش هم این است که اینجا هر مسئله ارتکاب بد را بهش نشان بدن، اگر وجدان باقیست باید سرش پایین میفته، اگر شرم از حقیقت داره. شرم از حقیقت کسی از داشته باشه محال از سرش پایین نیفته. پس من رو نکرده، پس او علت نبوده، خدا وجود علت نبوده. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لانه روید و در شورزا او لطفش کرده، او محبتش کرده، او عنایتش کرده. خدا شیطان نیافریده، خدا عزازیل آفریده. یک موجود مجرد مقدس فوق العاده کمال یا یک دونه من کوچک، خیلی کوچک، یه من کوچک، دانه ای در سیدگاه عشق بیرخصت مچین که از بهشت آدم به یک تقصیر بیرون میکنن. حالا اون که واقعا به عنوان تقصیرم نبوده، حضرت آدم پدر بزرگ ما ابوالبشر صلوات الله و سلام علیه. مسئله این شیطان کجا؟ شیطان خدا، خدا کجا شیطان آفریده؟ خدا ابن زیاد نیافریده، خدا فرعون ها را نیافریده، خدا انسان آفریده، عقل و وجدان داده، گفت اینم مسیر تو هر کجا، اینم قانون کلیش. مقصودم اینه که این را میخوام بگم دفع دخل باشه دیگه، اشکال تو ذهنتون نمونه. هر کجا احساس کردید یک انسان در بدیش حالت جبر داره مسئول نیست، خداحافظ شما ناراحت میشید چرا؟ هر کجا احساس کردید و آقا از نظر علمی اثبات شده که این جن ایران مختلی و حرفین چشم بگیده به همون مقدار دعوا با علم، کسی در مقابل علم که نمیست که واقعا همون مقدار. ولی این آقا مغزش اینقدرش زاد، مثلا حافظش کمه، حافظه یه صد میخورده و
به همون مقدار اگر نتونه همین صورتش حفظ کنه، همون مقدار که بلدی بولنشه کارش انجام بده بره، همون رو هم خدا قبول خواهد کرد. ها اینا مقصودن قرار چیز خدا به ذهن اون دقیقی بگویم این مهمه ها، چون انسان در یه جایی میگه خب اختیاری نیست، خب اختیاری نیست، نیست کسی که وقتی غیر اختیار بشه. خدای ما عدالت محض، عادل محض، خداوند ما داور دادگر محض. چطور وقتی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این هم ان شاء الله در نظر باشه که اشتباه نشه. خب یک صحبتی بنا بود دیروز دیشب که آقا هم یاد من انداختن درباره فلسفه خلقت باشه. در فلسفه خلقت ما دو مسئله مطرح داریم، یکی این است که خداوند هدفش چه بوده از خلقت هستی. اینجا ما بدون جهت که در مقابل یک جهان بسیار بزرگ قرار گرفتیم، بیکران از یک جهت بی نهایت که بسته است، باز است به طرف ماورای طبیعت. تو خانه من نیست بیام آقا این دیوار اون دیوار بیا منم حکم میکنم، این حیات اینقدر متره، اینقدر درش سنگ به کار رفته، این چند تا اتاق ساختن، خونه نیست، دنیاست، جهان هستیه که کیهان کهکشان ها هر گوی خردری در عظمت در مقابل این عظمت جهان هستیست. درست شد؟ به این معنا با این عظمت برای من بگم که من آقا مطرح شد، من جهان را شناختم، این است و جزی نیست، هدف چیه؟ این یک سؤاله عرشبت که بیمورده، این سؤال منطقی نیست. اون که ما میبینیم نظم داریم میبینیم، اون که ما میبینیم شکوه میبینیم، اون که میبینیم کیا به اصلاح یک عظمت در هستی میبینیم، قانون میبینیم، و این برای ما این است که درست راه برید. درست شد؟ در عالم بارها میخونم در عالم عالم آفریدن به زین نتوان رقم کشیدن، کار من و تو بدین درازی کوتاه کنم که نیست بازی، تا مایه طبعها سرشتن ما را ورقی دیگر نوشتن. چی اون ورق؟ تا در نگریم و راز جوییم، سرنوشته کار باز جوییم. این را دیگه ما میبینیم، خواه سیستم بسته باشه یا باز باشه، در صورت بازه. وقتی باز شد فقط من که نیستم بگم آقا من دارم در ارتباط خودم با جهان هستی احساس کنم قانونمندم و جل الخالق و من به اون خدا ایمان می آورم و این است معنای جهان. شاید که یک ذره را گفته بود اگر بخواید شما در شناخت این دنیایی که اجزاش به هم مربوطه یک دونه ذره مجهول داشت باشید تمام جهان بر شما مجهول میشه، در صورت که مجهولات داریم. پس این جهان بر ما مثل یک کاسه مطرح میگه ما این کاسه از این ساخته شده، هدف سازندش هم همین است که من دارم میگم. اون چی که ما حق داریم بگوییم این است، او حکیم است، هر کجا هست اون حکیم اوستاد، بانگ او از کوه دل خالی مباد. این مقدار میدونیم حکمتی را به وجود آورده. افحسب الناس، آیات شریفه هم ما را بیدار میکنه که تکیه کنید که من ایچه این هست را به وجود آوردم، حکمت دارم. اون وقت بیاد درباره زندگی انسان هدف را میفرماید، میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدونی. هدف زندگی انسان ها عبادت کمال مطلقه. اینجا باز یه تکی باید دو سه دقیقی توقف کنیم. یکی از اون کلماتی که به جهت به جا نیاوردنش خیلی بشر محروم شده ازش و خیلی داره خسارت می‌بینه کلمه عبادته. غالبا میترسم بگم اکثریت قریب به اتفاق وقتی میگن آقا عبادت کردی، نماز خوندی یا نه، عبادت خیال میکنه که یک عده کلمات عرشوت خشک را باید به زبان بیاره در یک وقت معین، یه حرکات خشک را به جا بیاره، این میشه عبادت. اگر این است، این هدف، حتی اون حرکات سکراتو هم نمیشه، چه رسد به هدف خلقت انسانی؟ اونم چه انسانی، چه موجودی که تا حال شاید بیش از
حساب که بکنی بیش از 100 میلیون کتاب درباره این انسان اونچنان که باید و انسان اونچنان که هست نوشته شده، هنوزم اول موقع به قول بعضی‌ها در دانشگاه انسان شناسی را میزنیم، حالا راه خواهند داد یا نه؟ اون وقت اینا تاجی فرمود یا نه با وجود به این عظمت به این بزرگی را همین یک چند تا ذکر خوش تمام شد، اصلا به عقل میادی. پس چیه مقصود از عبادت؟ مقصود از عبادت قرار گرفتن انسان در مسیر جاذبیت کمال مطلق در وسط بیابان، اگر با این نیت روستا بچه ما بیل بزنه به زمین در حال عبادته. محقق با در آزمایشگاه خم بشه و دوی آزمایشگاه تحقیق کند عالم طبیعت را برای اینکه بشر از او استفاده کند مشغول عبادته. یک پزشک روی میزش که دارد عمل جراحی میخواد انجام بدهد، اگر با اون نیت که خدا یا الان یک جانداری در مقابل من تسلیم شده که من با قلمم نقاشی کنم روی این با قیچیم، این میشود عبادت. کارگری که با چکش و پیچ مهره صبح تا شام کار داره، اگر بهش بفهمونن که آقا تو در یک دنیای معناداری داری حرکت میکنی، میشه عبادت. یکیش هم این است که دور هم جمع میشویم در مساجد میگیم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. کعبه و سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند و ببین یار کجاست. کعبه سنگ نشانی است که ره گم نشود. اینا همش نشانه. اصل مسئله پیوستن به جاذبیت ربوبیش این است معنای عبادت، که خدا یک لحظه ما را بدون این عبادت قرار ندهد. این خیلی مهم. ببینید الان حتی از همین جوان ها الان شما بپرسید آیا عبادت در نظر شما فرق کرد یا نه؟ تا حال عبادت اینجوری میدونستی؟ در صورت که مطابق منابع اسلامی میفرماد بحث از علم جهاد است. کسی که در راه معاش اولادش خانوادش زحمت میکشه، این داره عبادت میکنه، این داره جهاد میکنه. جهاد میدید بالاترین عبادته. پس این هم که بگوییم فلسفه خلقت چیه؟ اگر مقصود فلسفه زندگی انسان هاست، بله عبادت هست و تا معنای عبادت چه باشه. خدایا پروردگارا ما را با فلسفه وجودی من آشنا بفرما. پروردگارا ما را از این عبادتی که تفسیر شد، از اون عبادت که در قرآن فرموده ای، ما را محروم بفرما. خداوندا پروردگارا زندگی ما را در این دنیا موفق بفرما بیهوده سپری نشود. پروردگارا در تعلیم فلسفه و هدف زندگی برای جوانان ما، خود ما را خودت یاری بفرما. پروردگارا خود ما را عامل به گفتار خودمون قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.